دوستان گرامی و نازنین در هر جای کستن خوش و سلامت باشن. من فقط میخواستم که بازم بیایم به خاطر یادسی که اتفاق افتاده برای هموطنان نازنین ما که حکومت آخوندی فاشیست ایران هموطنان ما را آتش زدن و این یک کار بسیار که اینا خود مسلمان میگن اینا اصلا از انسانیت خارج شدن و او هموطنان نازنین ما را آتش زدن. اگر گناهکار بودن شما از رای قانونی اینا میتونستن که پیش برن، نه ای که آتش بزنن. و در گذشته هم بسیار شما ظلم کردن، حتی به ملت خود شما ظلم کردن و همچنین حکومت خود ما. مقصر اصلی حکومت خود ما هست که مردم ما امروز زندگی ندارن در افغانستان که میرن به پاکستان یا ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم. امیدوار هستم همتون جور و صحتمند باشین. اگر همی آواز مر دارین بی زحمت مر همکاری کنین، بگیم چند لحظه بهتون صحبت داشته باشم. صدای مر شما دارین. امید جان صدای مر دارین شما؟ دوستو هم رای ممکاری کنین، صدای مرا دارین شما؟ سلام مجدد خدمت تمام هموطنان عزیزم. امیدوار هستم همتون جور و صحتمند باشین. سپاس بیکران از پیام های زیبای شما، از همکاری های بیحد شما و روحیه دادن تان در مقابل این مریضی که فعلا من هستم. بخیر سلامت باشین. قربان تک تک شما بخیر سلامت باشین. من فعلا خوب هستم. انشالله که به دعای شما هموطن عزیزم دوباره صحتمند میشم و به مبارزات و عدالت خواهی خود ادامه میدیم. فقط خواستم یک چند لحظه در مورد موضوعی که خیلی ها مرا جگرخون ساخته بود، یعنی دمی چند روزی که من مریض هستم و به خانه قرنطین هستم، موضوعی را که برادران ما مهاجرینی که در ایران توسط پلیس ایران با آتش کشیده شدن واقعا خیلی درد دهنده است و خیلی ها جانسوز است. عرض تسلیت دارم بر فامیل شهدا و بر ملت دردیده افغانستان. میخوایم یک چند نقطه را تذکر بدم دوستای عزیز. فقط چند لحظه میخوایم بگویم، معذرت میخوایم که چون کمک مشکل تنفسی دارم در صحبت کردن نمیتونم. فقط میخوایم چند لحظه می صحبت های خود بگویم و از زور شما مرخص شوام. فقط یک نقطه رو میخوایم اشاره کنم، چون امروز اگر هر حادثه که بالای مردم افغانستان میه، هر دردی را که هر رنجی را که مردم افغانستان میبینه، دست حکومت داراست، دست همی فاشیست های سنگ در رس قرار دارن، واقعا امروز جای شرم، جای افسوس برای هی حکومت دارایست که امروز داد از این میزنن که ما افغانستان هم میسازیم و هر فرد افغانستان به هر کشور گوشه ای از جهان باشه حمایت میکنیم. اما بدبختانه که با یک ملت چاپلوسی داریم که یکی از ایرانی ها شهید میشه یا فوت میکنن، آجل خودم میرسونن به سفارتخانه و به ایران به خاطر تسلیت و همدردی. اما بدبختانه که امروز هم رئیس جمهور و هم رئیس شورای مصالحه و همچنان وزیر صاحب خارجه جناب اتمر صاحب در مقابل ظلمی را که ایرانی ها در حق مردم افغانستان کردن خاموش هستند. یعنی واقعا جای شرم است، جای شرم است برای از این دولت دارا، جای بسیار تاسف است. واقعا ما متاسف هستم، متاسف هستم به ایالت افغانستان، به این روزی که ما داریم. همیشه اومدن از جناب دکتر صاحب نجیب بد گفتن، ما هم بد گفتیم، همگی بد گفتن، دکتر صاحب نجیب انداختن در بین و بالاخره مردم بدگویی را شروع کرد. مطمئن باشین اگر امروز حکومت از دکتر نجیب می بود، اگر ایرانی ها یک افغان هم می سوختاندن، مطمئن هستم که 50 ایرانی اینا هم باتش می کشندن. اما امروز بدبختانه که از سنگ چوب صدا برآمد، اما از این حکومت فاشیست نه.
واقعا متاثر هستم. ببینید شما همه شاهد هستین که در حدود چند روز پیش هموطنان عزیز ما، همی جوانایی که از همی فاشیستایی که در رأس حکومت قرار دارن، مجبور به ترک افغانستان میشن و میرن مزدوری میکنن به خاک ایران و میرن اونجا شب روز خود میگذرانن به خاطر یک لقمه نان. از همی خائنایی که در رأس حکومت قرار دارن امروز بدبختانه که هم با آتش کشانده میشن و هم به داخل دریا انداخته میشن. یک بار دو بار بین حداقل شما مردم افغانستان بین حداقل هم حس وطن دوستی خود نشان بتیم بر ازی حکومت فاشیست، حداقل کار کنیم که گوشای ناشنوای از اینا رو ما باز کنیم که حداقل اینا هم بفهمن که امروز هر دردی را که مردم افغانستان میکشه از دست از امی بزرگایی است که در رس هستن، از دست از اینا هستن. ببینین حکومت خود ایران میگه که بالای موتر از اینا فایر کردن، اما حکومت افغانستان تایید میکنه که نخیر نه حادثه ترافیکی بود. اگر واقعا مسلمان هستین جناب رئیس جمهور، توی که آمدی دعوای رئیس جمهوری میکنیم جناب صالح، جناب دکتر سید عبدالله، امروز نشان بدین که واقعا مردم افغانستان برای شما ارزش داره، خون فرد فردی افغانستان برای شما ارزش داره. هر صفحه را که بالا میکنیم، هر سرخط خبر فقط همون ویدیوی است که برادر دیگه آب میخواهد، یک قطره آب برش کس نمیده، آب برش کس نمیده به خاطر ازی که چرا افغان است، چرا از مملکت بدبخت است. 40 سال درد کشیدن، 40 سال زجر کشیدن، اما امروز بر کسر رای دادن انتخابش کردن که فقط به منافع شخصی خودشان بودن، به فکر مردم افغانستان نبودن. فقط جای تاسف است. واقعا می شرمم از اینکه خدا یک افغان میگیرم، از افغانستان میگیرم، اما حس انسانیت در وجود ما نیست. چرا خاموش هستین در مقابل این مردم؟ چرا خاموش باید باشیم؟ علت خاموشی ما چیست؟ آیا ایران ما را نان میته، آو میته، روزی ما وابسته به ایران است؟ نه خیر، نی از دست خدا ماست. برتان ودم میتم انشالله از این مرضی که نجات پیدا کنم، دروازه در سفارت ایران به زور خداوند با همی مردم افغانستان بسته میکنیم. اگر واقعا افغانستان رئیس جمهور داشت، مالک داشت، کسی بود که واقعا به فکر مردم افغانستان بود، او ویدیویی را که بسیار خراشیده و دلخراش و تراجید است از طریق صفحات مجازی نشر میشه و برادر ما، یک مسلمان ما، یک افغان ما، یک مهاجر، یک جوانی که به خاطر آینده خودش، به خاطر یک لقمه نان پیدا کردن که نه دی حکومت فاشیست کار برشان نیست، بیرون از افغانستان می رود با بیرحمی و مانند یک ماهی، یک مرغ و داخل آتش می سوزد. همه حکومت فاشیست هنوز هم تماشا می کنه و فقط تسلیت، هر روز تسلیت. چند روز پیش برادرای دیگه ما را به آب انداختن. کجا بود امی حکومت؟ کجا صدا بلند کرد؟ جناب محقق، شمایی که رفتین به خاطر همدردی یکی از کسایی که در رأس حکومت ایران قرار داشت، رفتین در جنازیشان شیشتین، در محفلشان، در خدمشان، هر آن چیزی که بود شیشتین، امروز چرا صدا بلند نمیکنین؟ چرا تعصب دارین؟ چرا قدر نجات پرست هستین؟ چرا کاری میکنین که مردم تفرقه اندازی کنین؟ چرا صدا بلند نمیکنید در مقابل مظلومایی که امروز ذاتش میسوزن؟ متاسف هستم، واقعا متاسف هستم از اینکه یک افغان هستم، از اینکه در افغانستان بدبخت زندگی میکنم متاسف هستم. شاید دردی را که درد و مادری را که طفلش ذاتش سوخته من احساس کنم، تویی که مرد هستی هیچ وقت نمیکنی. جرات میخواه که دیدن اولادت به داخل آتش بسوزه و تو فقط تماشا کنی. واقعا متاسف هستم. کسایی که در صفحات مجازی صدا بلند میکنین فقط در حد یک شعار، یک پوست میگذارین و بعد از اون هم به یاد فراموشی میسپارین. دیروز جناب ایازی سوبر زدن، پیش پیروزه برادرای افغان ما را در دادن. تا به کی باید ظلم متحمل شویم؟ تا به کی باید دیالت ما متحمل شویم؟